درود بر شما مخاطبان گرامی. سه‌شنبه 21 مهر 1394 بود. مهدی کوچکزاده نماینده تندروی مجلس نهم قبل از شروع جلسه 20 دقیقه‌ای مجلس برای تصویب برجام از علی لاریجانی رئیس وقت مجلس پرسید که چه کسی تصمیم گرفته پیشنهادات نمایندگان طرح نشود. آن زمان علی لاریجانی پاسخ داد که کشور. کوچکزاده دوباره پرسید آقای رئیس واضح بگویید. کشور جواب سؤال من نیست. بگویید دقیقاً چه کسی تصمیم گرفته است. و علی لاریجانی هم در جوابش گفت همانی که خودت میدانی. پاسخ روشن بود. ولی 5 روز بعد علی لاریجانی دوباره در صحنه علنی مجلس به نمایندگان مخالف یادآوری کرد که در برجام من دخالتی ندارم و این پرونده پرونده رهبر انقلاب است. چندی بعد شنبه 3 بهمن 1394 علی خامنه ای در دیدار با شی جینگ پینگ رئیس جمهوری خلق چین از پرونده ای که به موازات برجام تدارک دیده بود سخن گفت. یعنی پرونده توافق خیانتبار ایران و چین برای روابط استراتژیک 25 ساله. همان پرونده‌ای که به پرونده ایران فروشی خامنه‌ای مشهور شده است. مأمور ویژه این پرونده علی خامنه‌ای علی لاریجانی بود. چه زمانی که رئیس مجلس بود و چه زمانی که ریاستش پایان یافت و شد مشاور رهبر رژیم جمهوری اسلامی. و تا همین چند وقت پیش هم بر سر ایران فروشی خامنه‌ای به چین اسم علی لاریجانی بر سر زبان‌ها بود و همه می‌دانستند که او نفر اصلی در این مذاکرات است و حتی محمد جواد ظریف هم در این میان هیچ کاره بود. او در برجام هم سپر خامنه‌ای بود و در سند همکاری ایران و چین مأمور خامنه‌ای. البته فقط او نبود. صادق آمولی لاریجانی برادر دیگر او نیز در حدود 10 سالی که ریاست قوه قضاییه رژیم را بر عهده داشت سپر و مأمور تمام عیار علی خامنه‌ای بود. اما به یک باره چه شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ کدام ورق بازگشت که گرگان نظام هم دیگر را دریدند و لاریجانی ها شدند مغضوب علی خامنه ای رهبر خودخوانده رژیم جمهوری اسلامی و خامنه ای هم مطابق گفته اخیر برادر لاریجانی ها در کلاب هاوس شد رهبر یک دستگاه ناکارآمد. دلیل این تغییر چیزی نیست جز چند پرونده جنجالی و محرمانه. برای آگاهی بیشتر از جزئیات این خبر از شما عزیزان دعوت می شود که با ادامه این برنامه همراه باشید. به نوشته رادیو فردا در میان لاریجانی ها صادق لاریجانی مشهور به این است که شیخی تندخو نقد ناپذیر ولی در مقابل خامنه ای همواره زبان چاپلوسی چرب و نرمی دارد و همواره درخواست های رهبر رژیم را دستور ولایی شمرده، نظارت بر رهبر رژیم را بی‌معنی دانسته و بیانیه های علی خامنه ای را غیر قابل وصف دانسته است. در طول بیش از 1 دهه گذشته در سرکوب اتفاقات مختلف مانند آنچه خامنه ای فتنه اصلاح طلبان می‌خواند، مانند مهار طیف یاران احمدی نژاد که یاران خامنه ای به آن جریان انحرافی نام داده بودند، یا گرفتن سند وقف دانشگاه آزاد از هاشمی رفسنجانی و یا حکم زندان 10 ساله برای مهدی هاشمی، حذف حسن خمینی از انتخابات خبرگان، بی اعتبار سازی حسن روحانی پس از برجام و نفی برجام 2، حفظ حصر رهبران جنبش سبز، انحصاری کردن مصادره اموال شهروندان به نفع ستاد اجرایی فرمان خمینی، حفظ تسلط سازمان اطلاعات سپاه بر پرونده های مهم مثل فساد بابک زنجانی، بازداشت شهروندان خارجی و دو تابعیتی ها با پرونده هایی تحت عنوان جاسوسی و دستگیر کردن اعضای تیم مذاکره کنندگان هسته‌ای و یا فعالان محیط زیستی و مهار و سرکوب کانون وکلا، صادق لاریجانی در همه این پرونده ها همه جا و همیشه
مأمور و سپر علی خامنه‌ای بیت او و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود. محمد جواد لاریجانی، سومین عضو خانواده لاریجانی، همین در این سالها زور و نفوذ کمتری داشته، ولی هر جا ضرورت یافته در مقام پامنبری رهبر رژیم مأمور حمله به مخالفان علی خامنه‌ای بوده، چه حقوق بشر باشد چه برجام. در این 10 سال گذشته البته علی خامنه‌ای همگاه از آنها حمایت کرده است. از جمله 28 بهمن 91 پس از افشای فایل صوتی رشوه خواهی فاضل لاریجانی توسط محمود احمدی نژاد، خامنه‌ای در یک سخنرانی عمومی کارهای احمدی نژاد را خلاف شرع، قانون و اخلاق خواند و برادران لاریجانی آرام شدند. پس از آن سخنرانی، نه پرونده فساد رشوه خواهی فاضل لاریجانی به جای رسید و نه پرونده زمینخواری جواد لاریجانی. 7 تیر ماه 1399 نیز وقتی در متن و حاشیه پرونده فساد اکبر طبری درخواست محاکمه صادق لاریجانی اوج گرفته بود، علی خامنه‌ای سخنرانی کرد و این حرفها را اهانت و ظلم به بزرگان پاک دست خواند و مهر بطلان زد بر رویای کسانی که نقشه به دادگاه بردن صادق لاریجانی را داشتند. این حمایت‌های نجات بخش اما به نظر می رسد به خط قرمزهایی رسیده است و هرگاه خانواده لاریجانی خواستند در بازی مار و پله قدرت در رژیم جمهوری اسلامی بالا بپرند، نیش علی خامنه‌ای و یارانش و بیت او بلای جانشان شده است. برای صادق لاریجانی نمونه این زورآزمایی به انتخابات هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری در سال 1397 باز می‌گردد. هاشمی شاهرودی که زمانی بخت اول جانشینی علی خامنه‌ای محسوب می‌شد، دی ماه 1397 درگذشت و 2 ماه اندی بعد، روز 17 اسفند 1397، اعضای خبرگان رأی گرفتند که جانشین شاهرودی یعنی نایب رئیس مجلس خبرگان را انتخاب کنند. صادق آمولی لاریجانی و ابراهیم رئیسی، دو چهره‌ای که نامشان به عنوان بخت‌های جانشینی خامنه‌ای شنیده می‌شد، کاندیدای جانشینی شاهرودی بودند. رئیسی از 81 عضو حاضر در جلسه 43 رأی گرفت و صادق لاریجانی 27 رأی. شکست صادق لاریجانی در آن جلسه یک مهر تایید دیگر بود برای اینکه راه رسیدن او به مناصب بالاتر سخت شده است. او عضو شورای نگهبان، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و بسیاری از شوراها و نهادهای دیگر بود. با حکم علی خامنه‌ای رئیس مجمع تشخیص مصلحت شده بود و تشکیلات پرپول دانشگاه امام صادق را در اختیار داشت. دفتر و دستک اشراف معابانه‌ای هم در قم راه انداخته بود، ولی برنامه این بود که در هیئت رئیسه خبرگان و در کنار احمد جنتی ابراهیم رئیسی بنشیند و نه صادق آمولی لاریجانی. ابراهیم رئیسی اکنون در دومین زورآزمایی‌اش با کمک رأی یاران احمد جنتی در شورای نگهبان، علی لاریجانی را در گردنه تایید صلاحیت‌ها از دور رقابت خارج کرد و اعتراض تند صادق لاریجانی و نامه‌نگاری‌های احتمالیش به علی خامنه‌ای هم پاسخی نیافت تا پیام روشن‌تر باشد. دوران جنگ خانواده لاریجانی برای جانشینی تمام شده است. صادق لاریجانی سالها پیش با اشاره به حملات احمدی نژادی‌ها به او و برادرانش گفته بود که به ما می‌گویند سه برادر تفنگدار. البته ما بدمان نمی‌آید تفنگ داشته باشیم، اما مهم آنها نبودند. آقا باید خوشش می‌آمد که تفنگ داشته باشند یا نه. خامنه‌ای اکنون لاریجانی‌ها را بی تفنگ می‌خواهد و دلیل آن چیزی نیست به جز چند پرونده محرمانه که لاریجانی‌ها مأمور آنها بودند و عامل خامنه‌ای، و شاید خائنانه‌ترین درخواست‌ها و اقدامات خامنه‌ای از کانال آنها صورت می‌گرفته است. قرارداد چین تنها یک نمونه آن است و مذاکرات محرمانه محمد جواد لاریجانی با نیک براون، مدیر کل وقت وزارت امور خارجه انگلیس، برای هواداری از خامنه‌ای یک نمونه دیگر آن. پرونده‌هایی که همه می‌توانند با افشای جزئیات برای خامنه‌ای و بیت او حکم مرگ و زندگی داشته باشند، و اگر لاریجانی‌ها بیشتر از این قدرت می‌گرفتند،
می توانستند با افشای چنین پرونده هایی بیت علی خامنه ای را به راحتی از قدرت پایین بکشند. مخاطبان گرامی، ضمن درود، اگر این برنامه را پسندیدید با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو هیچ کدام از برنامه‌های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.